عربستان سعودی از طرح توسعه بخش قدیمی شهر عوامیه در استان شرقی خبر داده است. بخش قدیمی عوامیه که کانون اعتراض‌های اقلیت شیعه بود، در سال 2017 و در واکنش به سالها حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی که دولت سعودی ایران را متهم به دست داشتن در آنها کرده است، تخریب شد. گزارش رویترز از عوامیه حاوی جزئیات بیشتری است. خانه‌های گلی و کوچه‌های باریک در بخش قدیمی شهر عوامیه در منطقه قطیف در استان شرقی نفقیس که کمینگاه شورشیان برای حملات علیه پلیس در طول سال‌ها بود، اکنون با مجتمعی از فروشگاه‌ها، سالن اجتماعات و میدان‌های وسیع با درختان نخل جایگزین شده است. دولت سنی سعودی امید دارد که سرمایه‌گذاری در منطقه قطیف که برای دهه‌ها محروم بوده است، بالاخره از خشونت رها شود. فهد الجبیر، فرماندار استان شرقی می‌گوید اطمینان دارد با هزینه حدود 60 میلیون دلار مردم از بازسازی منطقه استقبال می‌کنند. می‌بینید چگونه منطقه را تغییر داده ایم. کار دشواری بود. تغییر لانه تروریسم به منطقه فرهنگی چالش بزرگی بود. مناسب و آماده برای گردشگران است. با مرکزی فرهنگی، کتابخانه، بازار و خانه‌های سنتی پذیرای همه است. هزینه آن 239 میلیون ریال در منطقه‌ای به وسعت 180 هزار متر مربع بود. یکی از ساکنان عوامیه از دولت برای بازسازی منطقه تشکر می‌کند. نمی‌توان زندگی در آن زمان را با حالا مقایسه کرد که ساعت 2 صبح با وحشت از صدای تیراندازی بلند می‌شدید و نگران سرنوشت خانواده و فرزندانتان بودید. مردم از دولت و رهبری عاقلانه برای این کار تشکر می‌کنند. این اقدامات آزمونی برای سیاست‌های ولیعت بن سلمان است که لحنی آشتی‌جویانه با اقلیت شیعیان اتخاذ کرده است، ضمن آن که در مقابله با نفوذ ایران برخوردی سختگیرانه دارد. برخی از منتقدان می‌گویند شیوه‌های سرکوبگرانه ریاض تغییری نکرده است. 5 فعال حقوق بشر در قطیف از جمله یک زن در محاکمه‌ای که گروه‌های حقوق بشر و سازمان ملل محکوم کرده‌اند با احکام اعدام مواجهند.